ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ما همراه هستن. آقای کرمی وقت شما بخیر. از همین موضوع آخر شروع کنیم. با توجه به اینکه قوه قضاییه هم خودش جزء نهادهایی که در این مورد در مزان اتهامه، این سخنان رئیس قوه قضاییه با چه هدفی صورت گرفته؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید، هر از چندگاهی این رؤسای قوه قضاییه از این حرفا میزنن، اما اگه میخوام جدی بگیریم صحبتشون رو، باید بهشون بگیم شما برید طول این ساحل دریای خزر از آستارا که شما را بیفتید تا بیاد برسید به بندر حسین قلی خان، شما ده‌ها مجتمع بزرگ میبینید درست لب دریا مال قوه قضاییه است، ده‌ها، و همه اینا هم قاعدتا غیر قانونیه، چون حریم 70 متری تا 100 متری دریا حریم عمومیه. خب قوه قضاییه از خودش شروع کنه و اون مجتمع ها رو تخریب کنه و ساحل دریا رو آزاد کنه طبق اون چیزی که قانون میگه. ما که خود قوه قضاییه خودش این رو انجام نمیده، ما متوجه میشیم که این یکی صحبت های بیشتر برای تحت فشار گذاشتن بقیه دستگاه، شاید برای امتیازگیری هایی باشه، یا شاید به هر حال به رخ کشیدن این که به هر حال بازی رو ما اداره میکنیم، بازی به واقع تصرف و تقسیم غنایم و غنایم طبیعی و اراضی و اینها. وگرنه شما باز ببینید مثلا اون جایی که از حریم جاجرود مثلا اشغال شده، اون جایی که از حریم رودخانه چالوس اشغال شده، همه اینها قانون، یعنی غیر قانونیه، همه اینا قانون مشخص ما داریم، هیچ استثنایی هم نداره. حریم رودخانه تا یک عرض خاصی حریم عمومیه، هیچی نباید توش ساخت و ساز بکنه، اما دستگاه‌های دولتی همه اومدن اون رو تغییر کاربری دادن. به هر حال من فکر می‌کنم بیشتر یه جور امتیازگیری هاست و تعیین که کی داره بازی رو به صلاح هدایت میکنه. خب آقای کرمی، این از وضعیت قوه قضاییه که شما بهش اشاره کردید، بعد نهادهای دولتی و حکومتی خودشون متخلف هستن به گفته آقای اژه‌ای، الان چه ارگانی باید جلو این تخلف رو بگیره؟ خب این سوال سختیه که اینکه چه ارگانی. متاسفانه قوه قضاییه یا به صلاح سازمان منابع طبیعی یا وزارت کشاورزی ما که متولی عمده عرصه طبیعی کشور هستن، نهادهای کوچیک و خیلی کم اثری هستند در جمهوری اسلامی. یعنی یک نهادهای بزرگتری مثل حالا نهادهای نظامی مثل همین قوه قضاییه، مثل نمایندگان مجلس، اینها مبسوط الیت هر کاری دلشون بخواد میکنن. ما مشکلی نیست که قانون نداریم یا قانون به اصطلاح تکلیفش مشخص نیست، اینها منتها قانون اجرا نمیشه. یعنی اگه بخوایم قانون رو اجرا بکنیم، همین برمیگردم به مثال ساحل مازندران، 90% ساحل دریای مازندران الان اشغال شده، در حالی که حتی یک متر مربع این قانونا نمیدین تمام ساحل دریا قانونی باید آزاد بشه. در اینکه شما باید نمیدونم دقایق طولانی رانندگی کنید تا به جای ساحل آزاد برسید. عمده اینا هم عرض کردم یا در اختیار نهادهای دولتیه یا آب و برق و سند اینها رو نهادهای دولتی صادر کرد. آقای کرمی، من میخوام شما کوتاه بر ما بگین اصولا تعدی و تجاوز به حریم رودخونه ها چه تبعات زیست محیطی داره. حدود یک دقیقه وقت داری. مرسی. همین بدترین شکل به اصطلاح تخریب یا آلودگی محیط زیست تغییر کاربری اراضی طبیعی، متاسفانه اشغال مسیرها تو فضاهای شهری و اشغال حریم رودخونه ها توی اراضی طبیعی به خصوص خطر سیل رو افزایش میده، مضاف بر اینکه یک عرصه‌ای رو که عرصه مشاع متعلق به همه مردم هست در اختیار مالکیت به واقع خاص قرار میگیره. سپاسگزارم از توضیحات شما. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو مهمان ما بودید. مرسی.